سلام، من سینا ولی‌الله هستم با برنامه چندشنبه در خدمت شما دوستان و عزیزان. خب هفته گذشته مهمترین اتفاقی که در جامعه ما ذهن همه رو به خودش مشغول کرده بود همون اتفاقیه که همتون میدونید و سوالی که نصف کره زمین در واقع از ما پرسیدن: چرا؟ چرا چی؟ بجز این قضیه که واقعا یکی از بزرگترین چراهای نسل بشر بوده، دو سه تا اتفاق کوچولوی دیگه هم افتاده بود که ما به این اتفاقای کوچولو بیشتر اشاره میکنیم در برنامه این هفته. انشالله که جواب اون چرا رو هم یه جوری در خدمتتون باشه. خدمتتون عرض بکنم که هفته گذشته کلی آمار خرید تناب و تیغ و دیگه نمیدونم مرگ موش بالا رفته بود از قرار. بچه‌ها تا خودشون رسونده بودن خونه و یه جای محکم پیدا کنن تناب آویزون بکنن و نمیدونم یه قهوه تلخ یه چیز تلخی درست بکنن مرگ موش رو توش حل بکنن و وانو پر آب بکنن برن بخوابن توش. خدا رو شکر اینترنت وصل شد و چون نیم ساعت بود قطع شده بود بچه‌ها و خیلی اصلا جامعه در نگرانی و بهت و حیرت فرو رفته بود. سوئد کشور عقب افتاده سوئد تصمیم گرفته که پول نقد رو از در واقع گردش خارج بکنه و فکر کردنم خیلی هنر کردن، تمام خبرگزاریان بهش پرداختن. پول آقا میدونی ما چند ساله به جای پول نقد داریم چسب زخم و دیگه نمیدونم بیسکویت رنگارنگ و آدامس رد و بدل میکنیم. پول نقد الان ما اصلا چی؟ اصلا تا پول نقد کارا چی؟ همش در حال کپی کردن از دیگه راهکارهای اقتصادی ما. اونایی هم که نگران بودن جایزه نوبل ادبی رو در واقع به باب دیلن داده بودن، طرفداران باب اسپنجی که اعتراض کرده بودن در این رابطه، خیالشون راحت باشه این اولین باره که در تاریخ جایزه نوبل ادبی جایزه به یه نفر آدم بی ادب تعلق گرفت. چون جواب تلفنشون رو نداد، جواب ایمیلشون رو نداد، جواب مسیج نمیدونم وایبر واتساپ دیگه نمیدونم حد رو اسکاپ همه جوره باهاش خواستن تماس بگیرن جواب نداده. واقعا این نشون میده که ادب فقط در نزد خود ماست. به نظر من این جایزه نوبل ادبی رو بریم به همین آرمین نصرتی پروداکشن یا خیلی هم با ادب ترن از نظر من تا باب دیلن بیاد. فوتبال اروپا هفته گذشته یکی از وحشتناکترین غیر قابل باورترین اصلا نمیتونم زبان قاصر از اتفاق وحشتناکی که هفته گذشته در فوتبال اروپا ببینید. ویدیوشو ببینید. Showing Max Inclination to join except Van Persie who has his goal on his return to Old Trafford and Old Trafford rises to him. They like it. Well, with a four goal lead they can afford it. Van Persie is back. Look at his old manager there. دیدین؟ وحشتناک نبود؟ چطور ندیدیم؟ ما بهتون مشکل بینایی داریم. مگه یه بار یاغو نشون بده ویدیو رو. دیدین؟ ای بابا خب چرا دقت نمی کنین؟ استفاده کنین دیگه بابا، نکنه چشاتون هم نگه داشتین مثل کلیه ها بخواین استفاده. مغز و چشم و بعضی چیزها رو قابل فروختن نیست. حتی اشاره می کنم که چشم قابل فروختنه، بله ببخشید، ولی مغز همچنان قابل فروخت. تا الان تا این لحظه هنوز ثابت نشده که مغز رو بشه فروخت. بقیه چیزها رو حالا اگه یعنی حسابی روش باز کردم خدمتتون عرض بکنم. فان پرسی رو که نمیدونم میشناسین یا نمیشناسین، این بازیکن سابق تیم منچستر یونایتد بوده، کلی هم برای این تیم گل زده، افتخار آفرینی کرده. حالا الان در حال حاضر تو تیم فنرباخچه بازی میکنه. تیم فنرباخچه ترکیه با تیم منچستر یونایتد بازی داشته توی انگلیس. فان پرسی یه گل به تیم سابقش میزنه، کل استادیوم بلند شده مسابقه دست دادن. الکس فرگوسن اسطوره تیم منچستر یونایتد اونم بلند شده واسه شش ساله. ای توف به اون غیرتت بیاد بی همه چیز بی تاسف. این آخه درسته؟ این آخه رفتاره؟ این فوتباله؟ این سوسول بازی ها چیه؟ غیرتی بازی ها چیه در میاری نه خودتون؟ لیله یه مگه؟ فوتبال آقا فوتبال تاسفیه. جوجه فوکلی بازی در میاری چی بهش میگه؟ جوجه فوکل بازی در میاری چرا؟ فنچولا
یاد بگیریم فوتبال درست. آه هفته گذشته تیم پرسپولیس با استقلال خوزستان بازی داشته، هیچ کدوم از بازیکنهای دو تیم هم تو اون یکی تیمه نرفته بودن، بازی هم یک یک مساوی شده. تعصب رو نگاه کنی؟ دیدین؟ ای والا اینو بهش میگم فوتبال. آه شای بچه ها، افتخار آفرینی رو در زمین فوتبال و دور زمین فوتبال و همینطور در حاشیه های پشت استادیوم کاملا به منصه ظهور گذاشتن. اینو بهش میگم فوتبال آقا، اینو بهش میگم فوتبال. درستش هم همینه، هست سوسول بازی در میارین، آدم گوگولی مگولی بازی در میارین، آدم تشویق میکنین و دست میزنین، دوتا پاراجار بزن تو سرش، دو تا بطری یه چیزی بزن. بس اگه فرار کرد رفت وسط زمین، میدونم که خب برای دست بچه هم اونقدر قدرت نداره بتونن سنگو بندازن تا وسط زمین. اینستاگرامش که هست، شبونه بریم با برو بچه ها اسخر یه دست و حسین سکله و مرتضی پنجه با هم دیگه میریم سیر صفحش با 7-8 هزار نفر دیگه، قشنگ حالشو جا میاریم. درستش هم اینه، درستش هم همین اینه. تعصبتون کجا رفته؟ حالا به هر حال کاری نمیشه کرد دیگه، این غرب عقب افتاده است و همش در حال انجام حرکات مستعجن و احمقانه است. تیم جوانان کشورمون هم به جام جهانی راه پیدا کرده، دمشون گرم، تشویقشون کنیم. امیدوارم تو جام جهانی بچه ها هر جوری شده با سنگ و پاراجور. اما خدمت رو عرض بکنم، برگردیم سراغ عرصه هنر. دوتا از کبوترهای دلسوز و جان برکف عرصه هنر، اونم هنر هفتم سینمای کشورمون، دو بزرگوار آقای افخمی و آقای فراستی. این عزیزان هر هفته کلی زحمت میکشن، برنامه درست میکنن، به هر حال صله رحم رو با خانواده های کارگردان و دستاندرکاران هر فیلم کاملا آموزش میدن و در واقع فیلم ها رو به خاطر دلسوزی ها، یه موقع زبونم لال، فکر نکنین به خاطر مشکل خاصی یا مشکل شخصی یا تعصب، فیلم ها رو همه رو بررسی میکنن، دستن در کارانشون رو، همه اهالی سینما رو به هر حال سعی میکنن یه جوری با هم وصلت بدن، آشنا بکنن. این عزیزان بزرگوار با دقتی بسیار بالا و کارشناسی، زبانی بسیار شیرین در نقد آثار سینمایی، به بررسی و تحلیل سینمای کشورمون مشغولن هر هفته. من فکر میکنم که فیلم به شدت بی غیرته. خلاص کنم در یک دقیقه از نظر روانشناسی جرم استمناعه و متاسفانه فیلم چنین دیاستی توشه. دیدین چه قشنگ و زیبا نقد فیلم ها رو انجام میدادن، خیلی هم منطقیه. فکر نکنین زبونم لال مثلا این جملات و این در واقع الفاظ به درد نقد کردن یه فیلم نمیخوره، خیلی هم طبیعیه. مثلا میگن فلان فیلم خیلی بزه. این مثلا سناریوش خیلی مخرب بود. خدمتتون عرض میکنم که دکوپاژ فوق العاده ماهوانه ای داشت. البته خدمتتون عرض میکنم زبونم لال، من نه اینکه قصد جسارت داشته باشم، ولی خب من متاسفانه تمام این الفاظ تکنیکی نقد سینمایی رو نمیتونم اینجا استفاده بکنم، چون ما برای محدودیت هایی داریم، بچه ها بوق میذارن و سانسور میکنن. اگر علاقه من به یادگیری این در واقع تکنیک های کارشناسی و نقد فیلم هستید، میتونید تلویزیون خودمون رو تماشا بکنید، بدون سانسور براتون پخش میکنم. حالا این از این قضیه. خدمتتون عرض بکنم حالا این عزیزان دلسوز و بزرگوار رو همه تیشه برداشتن، افتادن به جون ریشهشون که یه جوری حالشون رو بگیرن. استاد خوب بازیگری سینمای کشورمون آقای اکبر عبدی رو که دیگه معرف حضورتون هست، ایشون قبلا بازیگر بودن، دیگه اخیراً به کار مجسمه سازی رو آوردن. گفتم به خودش بگو من وزن خودش و پسرش می‌دم. استاد عبدی هستم. بله این بزرگوار در ادامه همین فعالیت‌های هنری جدیدشون در زمینه مجسمه سازی، این بار اثر جدیدی رو خلق کردن، منتها با یک تفاوت، اثر قبلی به اندازه یه هیکل بود و اثر جدید به کل یه هیکله. آقای فراستی
بعضی وقتا اصلا فیلمو نمیبینه نقد میکنه. ببینین چی میگم؟ واقعا از همینجا هم خدمتش اعلام میکنم، حدود 20 سال پیش تو شهرک قبل، شهرک قصد، دنبال خونه میگشت با خانومش، 100,000 تومان کم داشت، از من قرض گرفت، یعنی 100 تومان به من بدهکاری. 100 تومان 20 سال پیش نداده هنوز؟ هنوز نداده واقعا، به قرآن. بعد شنیدم تو شهر کرج کافی شاپ زده. بله خونه. خب آقا وضعیت هم که الان بد نیست، اون زن بنده خدا رو هم که طلاق دادی، اقلا این بدهی تو بیار بده. حالا جدا از این قضیه، یه اتفاق دیگه هم افتاده. دوباره نمیدونم در به در دنبال سوتی میگردن این دو عزیز بزرگوار دلسوز رو یه جوری خرابشون بکنن. یه ویدیو اینا در حالی که داشتن یکی از فیلم‌ها رو دوباره خانواده هاشون رو با هم آشنا میکردن، یک صحنه‌ای نشون داده شده که این ویدیو دیگه ترکونده. به عنوان نمونه میتونیم اشاره کنیم به کار دو تا فیلمسازی که متأثر هستن از آیین کاتولیک، یعنی آلفرد هیچکاک و داگلاسی. داشتن سیگار میکشتن. بابا چقدر گنده میکنین؟ داشته سیگار میکشته دیگه، حالا یه خورده اشاعه اعتیاد و دیگه نمیدونم این چیزاست دیگه. برنامه چند شنبه با سینا و دیگه مهمونش دنیا جهان بخت که نیست دیگه، خیلی بد آموزی داشته باشه که دیگه، چقدر میتونه بد آموزی داشته باشه؟ نداره که اونقدر، که خودتون اذیت نکنی، ارزش نداره که. حالا منم به هر حال یه اشتباهی کردم، بد آموزی رو سعی کردم بست و گسترش بدم، چون خدا رو شکر، البته خدا رو شکر اون چرای اول در واقع دلیلش همین این بود، دوستان و بزرگواران، جمع کثیری از علاقمندان و جان برکپان عرصه ادب و فرهنگ و هنر هجوم آورده بودن زیر پست‌های مربوط به همین برنامه هفته گذشته. 150,000 کامنت، 150,000 کامنت که 93.4% این بود چرا یه آدمی که مهم نیست تو آوردی توی برنامه؟ حالا خدا رحم کرد مهم نبود. یعنی اگر یک ثانیه بچه‌ها فکر کرده بودن مهمه، یعنی تا آخرین لحظه بچه‌ها هنوز متوجه نشده بودن، یک ثانیه اگه فکر کرده بودن مهمه چه اتفاقی میافتاد؟ چون به هر حال این خودش خیلی مهمه، ارزش داره، ارزش داره. دمتون گرم بچه‌ها، ای والا، ای والا، دمتون گرم. این خودش نشون میده که چه ارزشی برای ما داره این مسائل. همه پشت به هم، پشت هم لحاظ حمایت کرد، دست در دست هم، همه یک نفس متحد اومده بودن و اعتراض خودشون رو اعلام کرده بودن. این مسئله مهمی، چون به هر حال این که مسائل بی اهمیتی مثل نمیدونم خوش شدن دریاچه ارومیه و زاینده رود و دیگه نمیدونم ورزش زنان و دیگه عرضم به خدمت انورتون خوشسالی و استادیوم رفتن و دیگه نمیدونم کنسرت، چیزای بی اهمیت نبود که دیگه، حالا حد اکثرش با مثلا یه هشتگ نمیدونم من زاینده رودم، هشتگ من نمیدونم پسر عموی دریاچه ارومیه ام، یا هشتگ من مادر بزرگ درخت کهنسال، نمیدونم از این چیزا که نیست که بخوایم مثلا 10,000-20,000 نفر حد اکثر خونه پرش مثلا اعتراض بکنیم. این مسئله مهمیه، باید 150,000 نفری بلکم 150 میلیون نفری بیایم اعتراض بکنیم، هرچند که طرف مثلا اومده بوده اینجا به خاطر اشتباهش حتی از این تریبون استفاده کنه و عذرخواهی کنه و بگه پشیمونه. اما بی جا کرده؟ چی عذرخواهی؟ مگه الکیه؟ مگه ما میتونیم بگذاریم این چیزی؟ اجازه نمیدیم ما کسی بخواد اینجوری یک حرکت اشتباهی انجام بده ما بگذاریم ازش؟ اختلاس و دزدی و تجاوز و اسید پاشی و دیگه نمیدونم کلاهبرداری زمین خاری که نکرده، بگذاریم ازش ولش کنیم بره که؟ اینو باید تیکه تیکش کرد. اشتباه از من بود که نیفتادم رو حلقش با سیم میکروفون خفش کنم، گذاشتم زنده از این استودیو بره. اشتباه من بود، ای دستت بشکنه. و حالا دیگه در رفته، کاریش هم نمیشه کرد. یعنی هر جوری هم بخوام گولش بزنم بیارمش دوباره اینجا بعد به سزای اعمال شنیعش برسونیمش، مطمئنم که حالا جدا از این قضیه خدمتتون عرض بکنم، یه نکته دیگه هم من جدا از این مسائل تلخ و ناراحت کننده بعد اشاره بکنم. یه مسابقه خیلی معروف و پرطرفداری هست به نام The Voice که مسابقه استعدادیابی، همه جای دنیا هم هست، آمریکا دارن دیگه، نمیدونم اروپا دارن، انگلیس داره دیگه، نمیدونم همه جا دارن. هفته گذشته توی مسابقه The Voice ترکیه، این مسابقه شرایطش به این صورته که شرکت کننده میاد، داورا پشتشون به شرکت کننده است، نمیبیننش، صندلیاشون میچرخه، صداش رو میشنون، اگر صداش به دلشون نشست میچرخن و بعد انتخابش میکنن به عنوان یارشون یا مثلا شاگردشون ادامه میدن. خیلی جالبه.
یک شرکت کننده ایرانی توی مسابقه دوایس ترکیه شرکت کرده، انگشت تا مچ داورا رو به حلقشون فرو برده. ببینیم. دمشگر. حالا لازم به ذکر که برنامه دوایس فقط مال اروپا و نمیدونم آمریکا و این خارجکی ها نیست، همسایه خودمون افغانستان هم برنامه دوایس رو دارن. دیدین؟ ولی اینا داغن، اینا داغن، نمیدونن که در واقع اینا همش بنیانشون رو شل میکنه. اینا برنامه های غربی خارجیه که میارن فرهنگشون رو عوض بکنن، بنیانشون رو شل بکنن، به هم بریزن. شما یه موقع زبونم لان ناراحت نشین که ما این مسابقه رو تو کشور خودمون نداریم. ما اصلا چه بهتر که نداریم، بذار اینا همشون بپکن، ما خوب و خوشگل و خوشتیب بمونیم. اصلا ما لازم نداریم همچین برنامه هایی رو. اینا اخن بهتر. و خدمتتون عرض بکنم که یه ویدیوی دیگه یه هم هفته پیش باز دوباره پخش شده بود تو شبکه های مجازی. ببینیم ویدیو رو اول. آخرین فیلم ایشون که منتشر شد یه صحنه های خیلی بد جنسی داشت. شما خودتون به عنوان پدر اون فیلم رو با بچه هاتون با نوه هاتون تو خونه میبینید؟ آقای فرمانی هر چیزی به جای خودش، درست میفرمایید. میتونم خواهش کنم آروم باشید؟ میگه که دیگران رو آزار بدید. میگه آقا نه اصلا شما فرمودید فرزند ایران هستم. من مشکل دارم. چرا ایشون باید برهنه بشن؟ دختر بزرگتر شما داخل هستن، هنوز فعالیت میکنن. خیر، رفتن فرهانه مشکل حل شد. قطع کرد. به 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 چه زیبا، چه سوالات کارشناسی، چقدر دقیق، چقدر عمیق. باریکم تشویق کنیم، خواهش میکنم. واقعا ما از لحاظ خبرنگاری، روزنامه نگاری، گزارشگری، دیگه برنامه سازی و اینا نوبل رو برای چی دادین به باب دیلن؟ برای چی دادین؟ نوبل ادبی رو برای چی دادین به اون؟ یه آدم بی ادبی که حتی جواب تلفنتون هم نداده. مگه ما مشکل داریم؟ به این قشنگی کارهای مختلف انجام میدیم؟ به این زیبایی نگاه کنید، ببینید چقدر عمیق این خبرنگار مسئله مربوط به یک دختر بالغ 30 و چند ساله رو که تصمیم گیری زندگیش مربوط به خودشه رو زنگ زده به باباش داره مطرح میکنه. مثلا آنجلینا جولی رو مثلا یه فیلم بازی کنه، زنگ بزنن از باباش بپرسن چرا فیلم بازی کرد. دین استاندارد. و حالا عزیز دلم، خبرنگار فرهیخته، بزرگوار، تو که به بلوغ فکری به این اندازه رسیدی و تونستی اینجوری با این کارشناسی دقیق و نکته بینانه، ریز بینانه این مسئله رو واکاوی بکنی، تو نشسته بودی اصلا اون فیلمو برای چی نگاه میکردی؟ تو اصلا برای چی رفتی فیلمای خارجی نگاه میکنی؟
ای فیلم های خودمون چشه؟ فیلم های برزشی برام ظهر خانواده رو چرا نگاه میکردی؟ چرا اخراجی ها رو نشستی برای صدومی بار نگاه کنی؟ برای چی نشستی فیلم های گلشیفته رو نگاه میکنی؟ اون فیلم ها رو واسه تو نساخته بودن که اگه واسه تو ساخته بودن به زبون فارسی ساخته بودن چی دارم؟ عزیز دل نکن از این کار نکن چون اینطور که از قیافت پیداست تو بنیان آنچنان سفت و سختی هم نداری یه دفعه ممکنه دچار فرسایش خاک بشی بریزی زمین یه دفعه کاملا مشخص خودتو اینجوری اذیت نکن اینجوری با خودت و خانوادت بدی نکن این رفتار رو با خودت نشو تو به نظر من دیگه حد اکثر راز بقا بهترین برنامه‌ای که میتونی تماشا بکنی بیشتر از این خودتو اصلا آزار نده من به توصیه میکنم حیفتو سینه با کی چت میکنی؟ چت نمیکنم دارم جوکای ساده رو انتخاب میکنم برای حضرت عالی بخش نتورک ایجاد هنرنمایی نکنی بخش مورد علاقه من و بیننده های عزیز توی آره خونه حالا که این بخشن بینندگانم و عزیزان توی خونه سینه جانم دنیا رو برای چی هفته پیش دعوت کرده بودی؟ در اینکه میخواست از این تریبون استفاده کنه بابت اشتباهش رو عذرخواهی کنه و بگه میخواست جبران کنه و ببینیم در واقع این کی هست که از تمام هنرمندای ما بیشتر فالوور داره؟ چرا سوالای اصلی کاری نبود زیاد؟ کاری که کرده بود اصلا نپرسیدی. حالش رو بعد می‌گرفتی به چالش می‌کشیدی. یارو اول برنامه اومده گفته که من پشیمونم از کاری که کردم می‌خوام جبران بکنم من دوباره برگردم سر اون مطالب و خوبی؟ پشیمونم. بعدموزی داره اگر من و بقیه جوونا بریم کارهای دنیا رو انجام بدیم تو مقصری. اینو برش آوردی روی این صندلی نشون. کارهای دنیا وقت چی بوده؟ عذرخواهی کردن بابت اشتباهاتش و پذیرفتنش اونو بدآموزیه؟ کاش یاد بگیرین این بدآموزیه رو من که قانع نشدم نمیدونم چرا دعوت میخوام بریم همون سر بحث نتورکی آره فکر نمیکنم هم تو بتونی قانع بشی دنیا برای چی دعوت کردی؟ بذار من ببینم چه جوکی ساده‌ای برام انتخاب کردی؟ من هنوز ندادم من جوک سختاست میخوام خودم بخونم داشتی اینطوری انتخاب میکردی؟ برخلاف همه من روز دوم مدرسه گریه کردم آخه بهم نگفته بودن هر روز باید برم مدرسه فکر کردم شوهر پیدا نکردی همسر پیدا نکردی اونایی که هرچی میخورن چاق نمیشن و اعدام کنید مرسی اه این مال میسا بود البته بعد میدونم مامانم اینجوری از بابام کار میکشه مامان ببخشید مامان عزیزم این مبل رو باید عوض کنیم لکاش دیگه پاک نمیشه خیلی کثیفه بابا کی میگه پاک نمیشه برو یه دستمال شامپو بیار خودم تمیزش میکنم بفرما از اینجا میتونید برید بالا ساداشو خوندی آره ساداشو خوندم الان معماشو گذاشتم واسه تو خب اگه نیاز به کمک دارید از کسی که مشغول درس خوندن کمک بگیرید آدم ها واسه فرار از درس خوندن حاضرن کوه جا به جا کنند فقط کافیه اشتباه کنی کم عقل ترین آدم های شهر واسه نصیحت کردنت صف میبندن اینا فهم میکنم بیشتر سخن بزرگان تو تا جوک اشتباه نرفتی توی صفحه دیگه بخونم چیزی که شما انتخاب کردید همینا رو بخونم همینا خوبه بروسلی رو کشتن، تختی رو کشتن، داداشی رو کشتن و تا حالا دیدی یه آدم معتاد رو بکشن؟ نتیجه اخلاقی، ورزش بیشتر از اعتیاد برای سلامتی ضرر داره. تو بیمارستان داشتن پانسمان داداشم رو عوض میکردن. به هم گفتم برو یه گاز از پرستار بگیر و بیا. هیچی دیگه، حالا دارم پرستار رو پانسمان ای شیطونا. من حاملم. حامل پیام صلح و دوستی گفت اون ذهن قرار بدون کسافت هم پسرم حامله میشه مگه بده من اجاز بدین یه بار دیگه بخونم ازم بده من تو برو همون بدآموزیاتو چیز بکن پیگیری کن خب طرف زنگ زده رادیو میگه به اوباما بگید اگه 100 تا موشک به تهران بزنه ما از جامون تکون نمیخوریم. موشک گفت احسنت. از کجا تماس میگیرید؟ از ساوه. یه ما ملتی هستیم که فقط توی ترافیک پشت همیم. جوکن ها اینا شاکی نشین بچه. من از اروپا فقط فرانسه رو دیدم. البته فقط آشارش رو. <تص->
این مهریه های چند هزار سکه‌ای بیشتر از اینکه نشونه ارزش دختر باشه یه چیزی از تو مایه های جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود. دزده دوز میزنه به خونه یارو، کل وسیله ها رو میبره به جزی قالی. پلیس میاد میگه پس چرا این قالی رو نبردن؟ طرف میگه چون یه شیر مثل داداشت روش خوابیده بود. منو لازم نیست تو سفر بشناسی، یه ساعت از وقت قضام بگذره شناسایی میشه. اینم آخریش، همه تونو میکشم الکی، مثلا من پرایدم. دمتون گرم بچه، خسته نباشید. دنیا بچه دوت کرده برای بخش زندگونه این هفته. بریم سراغ یکی از هنرمندای خوبمون، این بخشی که میدونید دوستان عزیز، بخشی که ما راه اندازی کردیم برای تجلیل و تقدیر از هنرمندان عزیز و بزرگواری که در قید حیات هستن، که این موقع خدایی نکرده بعد از رفتنشون تازه یادمون نیفته. این هفته تصمیم گرفتیم بریم سراغ یکی از هنرمندای خوبمون که در واقع بنیانگذار موسیقی راک در کشورمون هستش، کوروش یغمایی، که اتفاقا در کشورم هستن ولی متاسفانه فعالیت نمیکنن. میخوای اولین حالو خودت الان بهشون بده؟ یکی از آهنگاشو بخون. من آهنگشو بخونم حال بهش بدم؟ حالشو گرفتم. میدونی کدوم آهنگش بیشتر بهت میخوره؟ کدوم؟ چی بخونم جوونیم رفت و اتفاقا تولدت هم بوده بود که 40 سالت شده. بخوای شما بخون، چون من اگه بخونم مسلما فکر میکنم نتیجه معکوس داره. امیدوارم من اینطور نباشه. چی بخونم جوونیم رفت و صدام رفته دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده. چون وسط شعر دفعه سکته میگم، چون شعر یادم رفت. رسیدیم به بخش مورد نظر، بخش آموزشی، بخشی که بچه‌ها میخوان همینجوری ازش یاد بگیرن و نکات مثبت و منفی رو الان با دفترچه یادداشتاشون و مدادشون نشستن جلوی تلویزیون و میخوان که یادداشت کنن، یاد بگیرن و همین جوری جهت رشد و توسعه فرهنگی هنری بریزن تو دایره در. خدمتتون عرض می‌کنم اون برنامه پرطرفدار بود، باکس آفیس، که کله منو کچل کرده بودین که چرا همون برنامه رو اجرا نمی‌کنی، چرا اصلا اومدی اینو داری اجرا می‌کنی، و اون برنامه چقدر خوب بود و چقدر همه باش خاطره داشتن و چقدر آموزشی بود و چقدر تاثیرگذار بود و چقدر خوب آموزی داشت. حتما کارگردانش اینجاست، مرتاد کامکار. تمنا میکنم، بفرمایید، خواهش میکنم، تمنا میکنم، التماس میکنم، استدعا دارم، تمنا میکنم، نه شما نشینی من نمیشینم، بفرمایید، خواهش میکنم، در خدمت شما، تمنا میکنم، بزرگواری میکنید. چه ورودی؟ خوب اومدن؟ خیلی خوب بود، اصلا یعنی تمام وجودم داشت میلرزید وقتی که از اصلا یه چیز باور نکردنی بود، میگی میشه یه همچین ورودی؟ از خوب بود، خیلی خوب بود، همه چی خوب بود، خدا رو شکر که همه چی خوبه. مرتاد از دوستان قدیمی بند است و جدا از اینکه یکی از کارگردان‌های بسیار خوبه موزیک ویدیوهای ایرانیه، کارگردان من بوده برای برنامه معروف باکس آفیس، برنامه پیرامید، برنامه عقد کنون جمیله، اینا یکی نبود، این یکی تو نبودی، خب خوبه. و چه خبر مرتاد؟ قربان شما، تشکر. یه توصیه ایرم قبلا به تیم صدا برداری بکنم که مرتاد کلا از تو دلش حرف میزنه با همه، ممکنه نشنویم ولی داره حرف میزنه. اگر چشمتون رو ببندین متوجه میشین دارم صحبت، متوجه میشین کسی نیست. خب چه خبر کاروبار جدید؟ کاروبار که خدا رو شکر خوبه، از زیاده، خوبه، شلوغه، بله، سرمون شلوغه و حالا نمیدونم تو، چون ما چند تا مارکت کار میکنیم، ولی خب خدا رو شکر تو مارکت خودمون هم خوبه. الان مارکت موسیقی عرب رو کار میکنیم، ترک کار نمیکنیم؟ نه، ترک کار نمیکنیم، ولی عرب کار میکنیم. بله. عرب کار میکنیم. کیا رو جدیدن؟ هم تو زمینه ایونت هم و کامرشیال و موزیک ویدیو هم موزیک که ویدیو. بله.
دیدم موزیک ویدیو. البته پروگرام برنامه های مختلف هم که درست ولی خب دیگه معروف. حالا یه سوال، چون یکی از تخصص های مهرداد توی کارگردانی موزیک ویدیو اینه که شخصیت های توی داستان بی برو برگرد یا سرطان میگیرن میمیرن همشون یا فلج میشن در حال راه رفتن، یعنی مثلا داره صاف و صاف داره راه میره ها، هیچ مشکل یه دفعه فلج میشه میفته، یا در واقع میشه گفت یه چیزی از دست یکی میفته. ظاهرت پیداست امسالا این خونه گرما رو نمیبینه، حرف از تو این خونه چند روزه. اینو توی موسیقی موزیک ویدیوی خارجی هم اعمال میکنی یا فقط مال ایرانی هست؟ همه جا باید همه بدون از این یکی از موزیک ویدیوهاش که شاهکار بود این دقیقا من... یک سبک من آره دیگه سبک سیگنچرشه اگه اتفاقی بیفته توش با اگر اومدین دیدین موزیک ویدیو رو مثلا دارین نگاه میکنین یکی بی دلیل مرد توش بدونین کارگردانش مهرداد کامکاره. یکی از بانمکتریناش یه موزیک ویدیو بود که درست کرده بودی، از اون موزیک ویدیوهایی هم بود که خوانندش فقط مامان باباش میشناختن فکر میکنم که دختره خیلی شاد و خندون میاد خونه، میبینه که مثلا حالا نامزدش داره پای تلفن حرف میزنه و توی تصویر طرف پسره داشت میخندید، یه دفعه دختره از در که میاد میبینه پسره داره میخنده، کیک از دستش میفته، بعد پسره که میبینه دختره کیک از دستش افتاد گوشی از دستش میفته، بعد اون وسطا مثلا دو تا لیوان هم میفته بیدنی. بعد من داشتم با مرداد میگفتم مرداد این که داشت میخندید که حرف نمیزد که، دختره چی رو فهمید که شاکی شد؟ این پای تلفن داشت میخندید، ممکن بود با حسن در حال حرف زدن باشه. چرا بی خود بی جهت دختره پس افتاد؟ هنوز جوابی براش در نظر نگرفتم. نه شک داشت. شک داشت؟ مشکوک شده بود. بعد یهو دیگه مچش رو گرفت. با خنده. آره. یادتون باشه اگه احیانا کار خلافی دارین انجام میدین نخندید. چون ممکنه مشتون رو بگیره. داستان موزیک ویدیو رو کی می‌نویسه؟ خودت می‌نویسی یا؟ راستش نه. اغلب داستان رو نفیسه می‌نویسه خانمم. خب. حالا من یه ریتاچ روش انجام میدم. ادیتش میکنم، رنگشو عوض میکنم، مثلا فونتشو یه خورده دست میبرم توش، شاید شاخ و برگشو بیشتر کنم، این مردنی برش بزنم. این چیه؟ این چه فیلم نامه نوشتی که اینکه کسی نمیاره توش که؟ یه اتفاقی جالب، همیشه بهش میگم یه چیزایی مینویسته خب ساده تره، میگم پس این اتفاقی کن چی شد؟ چرا کسی توش نمیمیره؟ ازم خواستی بمونم، گفتی التماس میکنی، اگه برم تو میمیری، خودتو خلاص میکنی. این دقیقا همون در واقع ایرادیه که خیلی از مخاطبین مثلا به ما میگه آقا چرا مثلا توی داستان نمیدونم طرف دروغ میگه خیانت میکنه نمیدونم دزده کنه، میگم خب قرمت دارم مستند راز بقا که نیست که مثلا هیچ اتفاقی توش نیفته و همه چی مثلا به صبح بلند شه طرف مسواک کنه دندوناشو صبحوناشو بخوره بره سر کار کارا رو انجام بده برگره بیاد خونه شام بخوره بگیره بخوابه صبح بلند شه، این یه داستان نیست که در واقع و اونجوری می نویسه پس نویسندتون بچه مشاخ برگ بشه. خب خیلی خوبه، نه استعدادش خیلی خوبه تو نوشتن، تو نوشتن داستان برام مستند حیات برش. کار جدید الان در حال حاضر با کدوم خواننده کار کردی و هنوز پخش نشده که مثلا میخواییم اینجا معرفی کنیم؟ خب کار جدید نمیدونی خودم چرا کار زیاد هستش، برای خانم نوشافرینه، برای خانم فتانه است و برای احلامه. احلام ربطی به جناب خان نداره؟ نسبت راستش این چیزیه که همه میگن تا نه هیچ ربطی نداره خدا شو فعلا اون غیرتیه. همه نفسام توی اونی که میخوام توی عشق اتفاق خوب برام به تو قلبم وابسته است مگه از تو به
دیگه نمیخواد به خود فشار بیاره، خوندم اون چیزی که بگه ازت بس همینقدر بس، نمیخواد دیگه خودت اذیت بکنی. یه سری به اتاق فرمان بزن. هست بله. کی؟ یلدا. یلدای عزیز هم هست. یلدا هم که اسمش خیلی خوش صدا و هنرمند. گازنده. من چرا پنج تا دیگه باشم تو؟ نمیخواد. بس نمیخواد خودت اذیت بکنی. یه سری میرم اتاق فرمان، من یه مقدار یادش بیارم. قبل از اینکه بگم ذوق زدت کردن مثلا ملت از خوشحالی اینکه به هر حال بزرگواری مثل شما مهمون برنامه ماست. تمنا میکنم، خواهش میکنم. یکی از موزلاتی که الان واسش پیش اومده بود تو این فاصله میگفت من سلام نکردم. بی‌ادبی. سلام کن خوب الان. الان سلام. الان میشه واسه میشه مش ماهی رو هر وقت غذا بگیری تازه است. نه. نمیخوای؟ بعدن گفتن بی تربیتی و اینا به من ربطی نداره. این نکته رو بگم مرتاد، حالا اصلا کلا مرتاد که کم حرف هست، یعنی همین الان که اینجا نشسته من با پنس و دیگه نمیدونم موچین و انبردست دارم از زیر زبونش حرف میکشم، جزء نوادر کارگرداناییه که به صورت صامت برای کار چارلی چاپلین برای اون زمان که فیلم خندم ولی خوشخنده هستی آره. ولی مثلا کلا قبل از برنامه بهش گفتم که سینا فکر میکنم که یکی از بی‌نمک‌ترین برنامه‌هات بشه. نه مطمئنا اینجوری نیست ولی کلا خوشخنده است، ولی صامت دیگه مثلا برای چارلی چاپلین مثلا که این یعنی مثلا اکت تو بیشتر کن مثلا اونا خودشون میفهمیدن. ولی خب الان دیگه شرایط فرق کرده، دیگه فیلمای صامت نمی‌سازن مرداد. بعد حرف بزنی آره دیگه، بعد با بچه‌ها صحبت بکنی آره گذشته دیگه، اون دوران گذشته. مرتاد یکی از مثلا من خودم خاطرات خودم و مرداد رو از قدیم الایام مثلا تعریف کنم، این کار نمی‌زنم ازش تایید بگیرم حداقل. مرداد کلا هم کم حرفه هم خیلی آرومه، حافظه‌اش هم یه مقدار مشکل داره، ممکن مثلا یادش بره کجاست و بعضا خوابش می‌بره سر مثلا کارگردانی مثلا مرداد من مثلا من اینجا چیکار کنم چی بگم اینا، بعد مثلا من کجا من اینجا کجاست من کجا میام سر فیلم برداری هستیم از دلم. ولی یه چیزی رو الان من به اون جمع از دوستان و علاقمندان و موزیک ویدیو سازان و هنرمندانی که موزیک ویدیوهاشون رو فرستاده بودن در قدیم الایام به پی ام سی و رد شده بود اعلام بکنم که میخواین اگر تیکه تیکه بکنین کسی رو، بلایی میخواین سر کسی بیارید، ایشون اینجا نشستن. تمام موزیک ویدیوها تمام کارها از زیر دست ایشون میگذشت و رد میشد و هر کی رد شده بود ایشون کرده بود. چرا مرده؟ چرا این کار میگه؟ چرا اینقدر سخت میگرفتی؟ سخت خب وزارت ارشاد سخت بیشتر سخت میگرفت واقعا. خود جدی بشم ها؟ آره نه خیلی هم جدی نشو، ولی خب وقتی که مسئولیت یه به اصطلاح قسمتی یه بخشی به عهده یه کسی میفته آدم باید خب تا اونجایی که بتونه روش مسئولیت اتاق عمل رو میبرم به دستت نصب بارن نمیشم اینشان ممکنه خواب من رو برسن احتمالش هست. خب اون موقع در واقع ما کنترل کوالیتی یه شکلی بود که ما باید یه جورایی مقایسه میکردیم با کی؟ نمیتونستیم مثلا با مارکت مثلا امریکایی یا مارکت مثلا ترک یا عرب، ولی نسبی به صورت نسبی باید مقایسه میکردیم و این خب ما به لحاظ پروداکت خیلی فاصله داشتیم. اگر سختگیری اعمال نمی‌شد مطمئناً الان به اینجا نمی‌رسید. الان خیلی بهتر شد. الان به کجا رسیدیم؟ بهتر شده؟ چرا؟ واقعاً بهتر شده. ولی من فکر می‌کنم این بهتر شدنه به خاطر سختگیری‌های شما نبوده. احتمالاً نسل عوض شده، اینترنت کمک کرده، بیشتر دیدن، بیشتر مطمئناً تأثیر داره. سختگیری تو بیشتر باعث شده که الان دم در مثلا استودیو 18 19 نفر وایسن منتظره که بیای بیرون.
چاقو. این آره، این دلیلشه، یعنی در واقع آره. و ممکنه مثلا یکی از موزیک ویدیوهایی که بذاریم، من مثلا اینو تعریف بکنم که بعد از این دیگه بریم سراغ یه کار جالب. یه موزیک ویدیو اومده بود، پسرم خوب میخوند، خوب میخوند، مثلا حلقه عشق تو چشمام، مثلا خیلی خوب، خیلی خوب، نه مثل من البته، مثل میساق مثلا خوب میخوند. و پسر خوشتیپ و خوشقیافه هم بود، با اسب داشت تو جنگل یورتمه میرفت، دنبال عشقش میگشت، دنبال حلقه عشق تو چشماش. موزیک ویدیو اومد و ما فرستادیم برای تایید و اینا، دیدیم یارو از تقریبا 4 روز بعد داره گیس خودشو میکنه که این موزیک ویدیو چی شد. این برا بگرد اون برا بگرد، فهمیدیم موزیک ویدیو رد شده. بعد پسره میگفت بگین به من برای چی رد شده موزیک، بگین کجا این موزیک ویدیو ایراد داره. متخصص ایراد کارخونه گرفتن هم هست. ایراد کارخونه هم به این صورته که یه ایرادی میگیره که طرف هیچ کاریش نمیتونه بکنه. مثلا میگه این خواننده مرد بهتر بود زن باشه. یارو هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه دیگه، یعنی نه دوربین رو باید جا به جا کنه، نه نور، هیچی. بعد ایراد کارخونه ای گرفت. آره، از اول باید به دنیا بیارنش مامان باباش، یعنی بعد تا اون مرحله باید بره عقب. موزیک ویدیو رو بگرد اینور اونور که ببینیم برای چی رد شده، چون بعد یه فرمی رو پر میکردن بچه‌ها که میگفتن خب چی بنویسن اینا الان که رد شده. اسبش چرا انقدر پاش کوتاست؟ گفتم مرتاد جان مطمئنی من بودم سینا. یکی دیگه هم بود بغل دستش احتمالاً. آره منظورشون یکی دیگه است. آره یکی دیگه هم بود که رد. گفتم اسبش پاهاش کوتاست چرا موزیک ویدیو رد؟ چون خواننده پسر است که رو اسب است، خواننده اسبه نیست. چه مثلا اشتباه گرفتین، مثلا پسر است، پسره رو بعد در نظر. هیچ موزیک ویدیو به خاطر پای کوتاه اسب رد شد، هیچ کاریش هم نمیتونستم بکنم چون نه پای اسب رو میتونستم برن عمل کنم مثلا بزرگش کنن، هیچ. بعد موزیک ویدیو رو از اول میساختم. خب مرداد بیا یه بازی بکنیم، حداقل حرف که نزدی. تو میذاری من میذارم اگه حرف نزنم که اینجا، من اگه اینجا سکوت بکنم که تو هم اینجا میشینی هی سرفه میکنی و حرف میزنی که هم خدا رو شکر که تو هستی. یه بازی میکنیم با هم دیگه، خب که با توجه به اینکه تو اصلا کلن تو هیچ زمینه ریاکشن خاصی نشون نمیدی، یه کاری کنیم که ریاکشن نشون بدی. خب همراه ما باشید. ما تصمیم گرفتیم که یه بازی رو انجام بدیم که عکس العمل رو بتونیم ببینیم تو چهره ی طرف. با این تیر کمون ها اینقدر ور نرو باشت نظری یکی از لامپا رو بسوزونه. با این کلاه هایی که جلوی صورت ما هست جانا؟ صدام میاد؟ یعنی مطمئن باش صدا از حالت عادی بیشتر میاد، چون یه چیزی جمع میکنه صدا رو میبرده تو میشه. میگم پس این خیلی خوبه برای زندگی. آره دیگه، چون زنت هم که صدا تو نمیشه هیچ وقت، الان میتونی با این بری خونه. با این شلیک میکنیم به صورت همدیگه و ریاکشن همدیگه رو نگاه میکنیم ببینیم کدوم میتونه نه چشمشو ببنده نه عکس العمل نشون بده. یعنی قراره که این کارو بکنی. شما اول میزنی یا من؟ نه بزن شما بفهم. حاضری؟ آروم. اصلا هیچ حرکتی نشون ندادی. این کلا رو یه خورده بده بالا که ببینی منو. خیلی خب، برو بریم. آده؟ مرداد؟ قصر در رفتی، این خطای من بود. منم دیگه. برو بعدی. یکی من فکر کنم جلو بیفتم. یه رقه بازی نکن داریم. این شدتی هم داره. این یکی هم بزن، آخریشو دوئلی میزنیم، یعنی پشتمون، یعنی رومونو میکنم و برمیگریم شلیک میکنم.
چقدر من تو این کار خوبه. آزه؟ آخرین تیر دوئلی. حاضری؟ تقلب نه. نه. زود برگردی. رودون بره دیگه. نذارین چش فیلم بردارو بچه. خب برمیگردیم شلیک می‌کنیم. خب؟ اوکی. سه. بدون مکس؟ ها آره دیگه بدون مکس. اوکی. فقط تو گلو ملو من نزنیم. سه. دو. یک. رابین هود هستم در خدمت شما. عجب اکسل عملی، سرعت عملی. ای من قبلا فیلم دوئل رو دیدی؟ من بازی کردم. خب میشه اینا رو برداری. میتونیم همینجوری خدافظی بکنیم، مشکل نداره. یعنی این جزء دکوراسیون. یه خورده کلاشو بده بالا که صداتو بشنویم. خب مرتاد خیلی حال داری اومدی. کلی خاطره زنده شد. دیگه خاطره نمیخواد. خدا رو شکر که اومد. چون ما نزدیک مثلا 6 7 سال برنامه باکس آفیس و روزای دوشنبه بعد از ظهر ضبط می‌کردیم مثلا. هر دوشنبه بعد از ظهر بعد به زنگ می‌زدیم. مرتاد کجایی؟ خونه. مگه ضبط نداریم؟ ضبط چی؟ باکس آفیس دیگه الان 7 ساله داریم ضبط می‌کنیم. بعد یادش مینداختیم. ولی خب امروز اومد در این ناباوری. دمت گرم. دمت نداره که گلوله نداره. قربونت برم من. دمت گرم و همراه شما هستم. برای بخش چیزگونه یه ویدیو رو انتخاب کردیم که یکی از مخاطبین برنامه، یکی از بیننده‌های خوبمون فرستاده. یه دختر خانم بسیار هنرمندن که یکی از آهنگ‌های فوق‌العاده زیبای 25 بند رو اجرا کرده. ببینیم. رسیدیم به بخش هدا جان، هدای جراح عزیز. جراح چی هست حالا؟ جراح مغز و اعصاب. میخوای بنام ردیفت کنه؟ نه خوب بوده شما رفتی. میگم بیشتر میخوره جراح باشه. تو به نظر من بدون که اینقدر گیر بدی به هدا، برو یه خورده ورزش کن، لباست انقدر تنگ میشه هر هفته واسه. لباس من تنگ نمیشه، من از این لباس 5 دست دارم ولی متاسفانه سایزهای مختلف. یه هفته دیدم مثلا از اسمال داری تا دابل ایکس لارج. دقیقاً یه هفته مثلا میام اینجوری نشستم، یه هفته مثلا اینجوری میتونم امروز از اون امشب از اون شب میتونم. تغییرای رفتاری و فیزیکی بر اساس سایز لباس. دقیقاً بله. مال بقیه بندو فکر میکنم اشتباه گرفتید. بریم سراغ هدا، اینقدر گیر نده. بریم ببینیم چیکار نکردی عزیزم امروز دوباره. هدا جان سلام. سلام. چطوری؟ چطوری سینا جان؟ خوبم، کجایی؟ اومدم برای فستیوال سگ گله. این فستیوال سالی یک باره، از نقاط مختلفی میان و خیلی ها میان اینجا با سگای گله شون. این قسمت نسبت به طولی که میپرن امتیاز میگیرن. اینجا آماده میشن برای مسابقات کشوری که اون دیگه خیلی خیلی بزرگتره و خب پول بیشتری هم برنده میشن. الان این سگ‌ها باید دونه دونه این گوسفندا رو جمع بکنن و بیارن قسمت پایانی. اینجا پر از خوراک گوسفند امروز. خب اکثرا اینا که اینجا هستن گله دارن. من الان میخوام یه تیکه از گوشت گوسفندی کبابشو ببینم
چجوری درستش میکنن اینا؟ ادویه هایی که به کار برده خیلی جالبه، مثل ادویه های خاورمیانه ای، خیلی 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 خوشمزه است. الان من در کنار یکی از بهترین مربی های سگ اینجا هستم. چند شنبه با سینا. چای شامه با سینا. Thank you so much. That was great. تا ماجراجویی بعدی. فعلا. پندگونه؟ بریم. یه پندگونه بریم ببینیم بچه ها چی کار کردن. بفرمایید خواهش می‌کنم. نه شما بفرمایید. خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم. ببینید. پن 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 چن پند. خیلی هنرمند شدی. ببینید. چن پن چن پن چن پن. چندی قبل اسی از کم بودن فالووراش افسردگی مزمن گرفته بود. افسردگی گرفتم از بس که لگ نخوردم. باز بدن تو بسازی لگ خورت بره بالا. پس دوباره میسازم از بدن. بذار. چندی گذشت و اسی برگشت. افسرده تر شدم بابا، این بدن ساختنی نیست. باز سال دیگه بزنی تا لگ خورت بره بالا. آیا افسرده اید که بدنتان ساخته نمی شود؟ آیا لگ خورتان کم است؟ شربت فالوورا تضمین کننده ی فالوور شما. بیا بخورش، مخصوص توه. اسی خورد 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 تا فالوورش رفتن بالا. ای چی شد؟ چرا فالوورش کم شدن باز؟ یه روزه که خودتو باد کنی همین میشه دیگه. به قول قدیمی ها تن آدمی عزیز بود به جان آدمیت، حالا سیکس پک شده نشان آدمیت. حاضری؟ زدی تو کار زورخونه ای دیگه؟ خواهش میکنم. مرضیه پیش پیشی پنج و شیش. پیش پیش؟ برو واسه تلگرام. شهنز، فکر می‌کنم شهناز بوده ولی خب مثلا خلاقیت به خرج دارن. شهنز رضوانی. و اینم عکسشونه که یه نیلوفر آبیه. بله، بسیار زیبا، بسیار زیبا و خسته نباشید. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. امیدوار چیه؟ مطمئنم که برنامه این هفته همون برنامه‌ای بوده که می‌خواستیم. همون برنامه‌ای که همیشه دنبالش بودیم. یه برنامه با یک مهمون فرهنگی، یک مهمونی که در واقع زحمت کشیده باشه و به اینجا رسیده باشه. شما مطمئنم که همه کشور برخلاف هفته گذشته که هیچ کس پای تلویزیون نبود، همه نشسته بودیم و برنامه رو 70 80 میلیونی در کنار خانواده نگاه می‌کردیم و آموزه‌های اخلاقی و فرهنگی و هنریشو در حال خوردن تخمه به همدیگه یادآوری مطمئنم که همین جوری بوده. مطمئنم که حمایت میکنید مهمون برنامه امشب رو تا صبح. مهرداد جان اگر 2 میلیون نشی مطمئنم 1.800 دیگه رو شاخته. خیالت راحت باشه، ما اهل حمایت کردن از هنرمندا و زحمتکشامون هستیم. ما که نمیریم که این در واقع آدمهایی رو که هیچ کاری نیستن رو فالو بکنیم. اون خارجیان، مردم اسکاندیناوی و حوزه بالتیک، ما نیستیم که. ما میایم تو رو حمایت میکنیم، مطمئن باشه. منم حمایت بکنید. لینک یوتیوب برنامه رو محبت میکنید، تشریف میبرید روی صفحه یوتیوب جدید که به اسم خود بنده است. سابسکرایب هم بفرمایید، یعنی ثبت نام هم بکنید که بیشتر در خدمتتون باشه. برای قرعه کشی هفته آیندهم از روی صفحه فیسبوک خود بنده لینک یوتیوب رو محبت بفرمایید، شیر بکنید، رو توییتر هم ری توییت کنید،
توی اینستاگرام هم اون لینک یوتیوب اون بالا هست، میتونید روش کلیک بکنید. عکس مربوط به برنامه هم که دیگه میدونید چیکار بکنید. همین. بچهای تلگرام هم دیگه لینک یوتیوب رو براتون میفرستیم، محبت بکنید، فوروارد بکنید به تک و فامیل و دوستا و دیگه مردم اسکاندیناوی و جزایر کجا؟ گینه بیساو و جزیره. یه جزیره در غرب آفریقا، انگلستان. خدمتتون عرض بکنم که اینم از این دیگه، امیدوارم که برام مرتوجهتون قرار گرفته باشه. اینم مدل کت که اینجا شروع شده. خودتون اذیت نکنین، کارشناسم طراحی لباس. شبتون بخیر. اگر دلتون میخواد قسمت‌های قبلی برنامه چند شنبه رو ببینید، اینجا رو کلیک کنید. اگر دلتون میخواد قسمت‌های بعدی برنامه چند شنبه رو ببینید، اینجا رو کلیک کنید. و اگر دلتون میخواد از جدیدترین برنامه‌های ما باخبر بشید، اینجا رو کلیک کنید و به عضویت کانال یوتیوب ما در بیایید. اینجا رو بی خودی کلیک نکنید، خبری نیست.